با درود خدمت شما، رضا خانتاراج هستم با مجموعه جدید آموزشی تحلیل خبر در خدمت شما هستم. امیدوارم تا اینجا از این مجموعه لذت برده باشین. اگه اولین باره که در حقیقت آموزش رو تماشا میکنین، حتما برین از ابتدا آموزش ها رو نگاه کنین تا اینکه بتونین بهره کافی رو ببرین. اما امروز میرسیم، همون جوری که وعده داده بودم، میرسیم به اولین تحلیل خبر، اولین شاخص خبری که بسیار شاخصه به نظر من مهم و اما آسونیه، شاخص اشتغال، employment. همونجوری که میدونین یکی از مهمترین ارکان و فاکتورهای رشد اجتماعی، رشد اقتصادی، سیاسی یک کشور، قدرت یه ارز یک کشور در حقیقت اشتغال اون کشوره. خیلی واضحه که هر چقدر میزان اشتغال در یک کشوری بیشتر باشه، پویایی اون کشور از لحاظ اقتصادی بالاتر میره. این به معنی اینه که در حقیقت هر چقدر مردم یک کشوری، در واقع تعداد کسایی که کار میکنن بیشتر باشه، یعنی پول بیشتری در میارن، مالیات بیشتری به دولت میدن و خرج بیشتری میکنن، میرن محصولات مختلفی رو میخرن و در حقیقت باعث میشه که اون چرخهی که راجبش صحبت کنیم، چرخه اقتصادی بگذره و در حقیقت اون چرخه مدام در حال گردش باشه، یعنی چرخه در واقع تولید مصرف. حالا این زمینه اشتغال میتونه تو بخشهای مختلفی باشه. مثلا ایالات متحده تو 2 بخش میاد این گزارش رو اعلام میکنه: اشتغال تو بخش با کشاورزی و اشتغال بدون در واقع کشاورزی. یعنی میاد 2 فاکتور در طول ماه میده. معمولا گزارشش تو اغلب کشورها به صورت ماهیانه میاد، گرچه که بعضی از کشورها هفتگی هم میدن که ما هفتگی و کاری نداریم، بیشتر بحثمون روی کشورها و ارزاییه که به صورت ماهیانه مداوم میاد بیرون. پس هر چقدر میزان اشتغال توی کشور بیشتر باشه، خب اون ارز قوی تر میشه، هر چقدر کمتر باشه اون ارز ضعیف تر میشه. و همینجوری که میدونین اشتغال یه گزارشه، یه ریپورته، یه چیزیه که در یه لحظه اعلام میشه و تأثیرش رو میذاره. اما در همین راستا من سایتی که همتون میدونین احتمالا سایت فارکس فکتوری استفاده میکنم، من سایت رو پولاپ کنم بیاد بالا، از سایت فارکس فکتوری استفاده میکنم. اینها الان مثلا توی دلار نیوزیلند در حقیقت ایمپلویمنت یا اشتغال، معمولا هم این گزارش با آن ایمپلویمنت که جلسه بعد در موردش صحبت میکنم در یه زمان میاد، معمولا، نه اغلب موارد. خیلی از این بحثایی که من میگم یا معمولا، چون اغلب موارد و اکثر موارد نیست. الان نگاه کنین اینجا 5 نوامبر در واقع دلار نیوزیلند اعلام شده، چنجش کیو تو کیو به معنی فصل به فصل، کوارتر تو کوارتر. الان نگاه کنین عدد قبلیش 0.6% بوده، پیشبینی میشه اشتغال کمتر بشه، 0.2% بشه. خب این کمه و مطابق انتظار 0.2% شده. حالا قبل از اینکه این خبر اعلام شه، الان من دارم خبرهای گذشته رو بررسی میکنم. قبل از اینکه خبر اعلام بشه، من کاری که میکنم از یه سایت دیگه کمک میگیرم. امروز میخوام اون سایت رو بهتون معرفی کنم، چند تا مثال بزنم تا برای جلسات آینده دیگه آماده باشین، وقتی من میرم تو اون سایت در واقع راحت باشین. سایتی که من استفاده میکنم ازش اینجا fasteconomynews.com اینها، و از این قسمت کلندر میام. الان میخوام تاریخ در واقع این خبر رو پیدا کنم، 5 نوامبر. این سایت چیکار میکنه؟ این سایت کاری که انجام میده و بسیار مفیده اینه که میاد تأثیر لحظه‌ای اون خبر رو اون جفت ارز رو نشون میده. خب این خیلی مهمه. کاری که من میکنم تو اخبار اینه که میام در واقع هر خبری که میخواد اعلام بشه، میام چند تا گزارش قبلش رو نگاه میکنم ببینم بازار چه واکنشی داشته نسبت به اونا، بعد میام نتیجه میگیرم. حالا بازار اگه این عدد بالاتر یا پایین تر از میزان عدد قبلی یا در حقیقت فورکست پیش بینی اعلام بشه، به چه سمتی پیش میره.
همیشه این اتفاق نمیفته، بعضی وقتا غیر قابل پیش بینیه یا در واقع میتونم بگم واکنش معاملگر. همونجوری که یادتون باشه جلسه اول گفتم معامله واکنش هیجانی معاملگر میتونه در واقع حتی بعضا برعکس اون منطقی که ما براش در نظر گرفتیم پیش بره. اما کاری که من میکنم معمولا اون پروسه‌ایو که میرم اغلب موارد درست‌تر میاد. الان من میام از این قسمت خبر، نگاه کنین پنجم نوامبر اینجاست، میام نگاه میکنم پنجم نوامبر تیوزدی، الان خبر دلار نیوزیلند نگاه کنین چنجش، این یر تو یرشه، یعنی سال به سال، الان اینجا کوارتر تو کوارتره. یه نکته ای، بعضی وقتا تو سایت های مختلف عددهای قبلی نگاه کنین، اینجا 7/10، اینجا 6/10، اعداد قبلی در واقع میاد ریوایز میشه و به معنی اینه که بعد اینکه اون عدد اعلام میشه به یه نوعی در واقع بعضی سایت ها میان در واقع تاییدش میکنن. الان نگاه کنین عدد قبلیش 8/10، پس بنابراین یه مقداری شاید تفاوته باشه، اما این تفاوته رو شما میتونین کاملا حس کنین. مثلا 8/10 با 7/10 یا 6/10 با 7/10 خیلی فرقی نداره، در اصل اینجا هیچ تکونی نخورده. اما نکته مهم، الان من اومدم این گزارش رو پیدا کردم، employment change یعنی اشتغال، تغییرات اشتغال کیو تو کیو، نگاه کنی year to yearش هم اینجا زده که برای ما year to year اونور تو فارکس فکتوری مشخص نیست، مهم نیست برامون، اما اینجا year to yearش چجوریه؟ باز year to yearش هم همینجور، نگاه کنی 1.14 بوده سال گذشته، پیشبینی کارشناسه اینه که کاهش پیدا کنه و کاهش پیدا کرده، 7/10 بوده، 2/10 بوده، پس کاهش، پس اشتغال نسبت به سال گذشته در واقع کاهش داشته. این نکته بسیار مهمیه. پس نکته مهم اینه که دوره گذشته 7/10 بوده، این دوره پیشبینی کارشناسا اینه که 2/10 بشه و 2/10 شده. گزارش سال تو سالش هم نگاه کنی 1.14 اشتغال بوده سال قبل، الان 9/10 پیشبینی کردن کارشناسا، 9/10 هم شده. این پیشبینی کارشناسا چجوریه؟ اینه که یه تعداد کارشناسی میان جمع میشن اون رو تقریب میزنن، ما با اون خیلی کاری نداریم چون این عددا رو بهتون میده. اما الان این سایت به این درد میخوره، الان من میرم تأثیر لحظه‌ای این خبر رو دلار نیوزیلند میبینم، نگاه کنین خبر که اعلام شده اینجاست، رأس ساعت نگاه کنین قیمت ریخته، پس بنابراین حالا درسته که بعدش واکنش نشون داده اومده بالا، اما بعدش دوباره ریخته. الان نموداری که من دارم نگاه میکنم 10 ثانیه‌ایه، اگه بیام بزرگترش کنم اگه برام نشون بده، نگاه کنین رأس زمانی که خبر اعلام شده ببینید با چه شدتی ریخته. پس این خیلی نکته مهمه، قبل از اینکه خبری اعلام بشه بیاین این رو نگاه کنین و بررسی کنین. خیلی نریخته حقیقتاً، به خاطر اینکه در واقع خب اون پیشبینی کارشناسا رو همه از قبل میدونن، خیلی سورپرایز نشدن، خیلی خارج از واقعیت نشدن نبوده. الان میام یه گزارش دیگه پیدا کنیم، مثلا employment change دلار کانادا همون هفته اعلام شده، نوامبر، 8 نوامبر، چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کنین 53,000 تا دوره قبل بوده، این گزارش ماهیانشه، قرار شده 14,000 تا باشه، اما منهای 1800 تا، یعنی 1800 تا نتونستن جا بکنن در واقع اضافه کنن به مارکت. این چیو داره نشون میده؟ ضعف دلار کانادا، ضعف دولت کانادا. اما بیاین نگاه کنین، برگردیم همینجا، بریم در حقیقت اینجا 8 پیدا کنیم، این employment change، اگه employment change اینها، ببینید چه اتفاقی رو دلار کانادا افتاده، رفته بالا. چرا رفته بالا؟ چون اینجا ارزی که دارم نگاه میکنم USD به CAD، USD CAD یعنی چی؟ یعنی یه خط کسری، USD بالا، CAD پایین، وقتی CAD ضعیف بشه این نسبت میره بالا، توضیحش رو دادم. حالا از اینجا میتونین در واقع این ارزانم تغییر بدین دیگه، مثلا بیام CAD به ین رو نگاه کنم که قطعا ضعیف شده CAD به ین، چقدر ضعیف شده؟ لحظه خبر 82 83 بوده، اومده رسیده تقریبا 20 پیپ رو 10 ثانیه ریخته.
حالا بیام تایم فریم بالاتر نگاه کنم، 5 دقیقهش اگه به من بده نگاه کنین، این 5 دقیقهش از 88 او چقدر ریخته توی فاصله شاید نیم ساعته، 30-40 پیپ ریخته. پس این خیلی نکته مهمیه، اگر در واقع بتونین تحلیل کنین خبرها رو، هم میتونین ازش پوزیشن بگیرین، هم این که چیکار کنین، هم این که در حقیقت بیاین و اگه پوزیشنی از قبل دارین رو منیج کنین که بدونین که در واقع چه اتفاقی میفته. اما بیام اخیرترین گزارش در واقع بازار رو ببینم، از اینجا ایمپلویمنت چنج دلار کانادا نگاه کنین، منهای 1.8 بوده ماه پیش، این ماه بعدشه، 10,000 تا پیش بینی میکنم، منهای 71، چه اتفاقی افتاد؟ خب اصلا مشخصه به خاطر همین دلار کانادا میریزه. نگاه کنین از این هیستوگرام هم نگاه کنین کاملا مشخصه. حالا بیام اونجا، میام اینجا، دقیقا تو فست اکانومی میام هفته گذشته، هفته اول دسامبر رو پیدا میکنم اینجا، یکی از پوزیشنایی که من گرفتم روی در واقع کتب CHF و ترید بسیار عالی بود، ترید بسیار عالی، آن در واقع ایمپلویمنت بسیار میتونه بهتون کمک کنه. این ایمپلویمنت چنج نگاه کنین، عدد قبلی منفی، پیش بینی میشه مثبت بشه، اصلا سورپرایز شدن همه، من خودم سورپرایز شدم. چرا؟ چون کاملا مشخصه اشتغال یه دفعه این همه کم شده. چه اتفاقی میفته اینجا؟ قیمت در واقع نگاه کنین کد به، حالا باز یو اس تی کد رفته بالا، اما میخوام کد به ین رو بهتون نشون بدم، ببینین چقدر ریخته، حداقل 30-40 پیپ تو 10 ثانیه، 20 ثانیه میتونستی میگیری، تو 20 ثانیه ما داریم راجع به 40 پیپ صحبت میکنیم. باید اسمارت بود تو این بازار، باید باهوش بود، از هوشت باید استفاده کنی، تو فارسی زبانی، تو باهوشی، واقعا تو باهوشی، باید از این بازار بهره بری. از 82-40 رسیده 81-95-90، حالا هر چقدر 50 پیپ تو بازه شاید 1.5 ساعت 50 پیپ ریخته. پس به راحتی شما میتونین از ایمپلویمنت در واقع استفاده کنین. خود امریکا هم در واقع ایمپلویمنتش هم همیشه در حقیقت میتونم بگم خبرساز بوده، مثل این ایمپلویمنت اخیری که اعلام شد. اگه من بیارم روی چارت نگاه کنیم، هفته گذشته رو نگاه کنیم، برای اکثر جوف ارزام در واقع هست، برای اکثر ارزایی که ما کار میکنیم این ایمپلویمنت هست، آن ایمپلویمنت که جلسه آینده خواهم گفت هست، و به راحتی شما میتونین از اینا در واقع کسب درآمد کنین به راحتی. الان نگاه کنین دلار استرالیا، بیا مثلا یه ارز دیگه، دلار خودتون میتونین به عنوان تمرین در حقیقت انجام بدین و نتیجهشو بگین. نگاه کنین 12,000 تا بوده دور قبل، 16,000 تا قرار پیش بینی میکنن، شده منهای 19,000 تا، چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کنین اگه بزنم رو چارتش، مال چهارشنبه 13 نوامبر، حتما این تمرین رو انجام بدین، تمرینایی که بسیار میتونه براتون در واقع مفید باشه، البته منطقی هم هست، هرچی اشتغال کم بشه اون ارز میریزه، خیلی نیازی نیست که ما بریم در واقع خیلی خودمون رو اذیت کنیم اینا رو ببینیم. اما جالبه نگاه کنین اینه، این گزارشه، بیام رو چارتش دلار استرالیا ضعیف شده، ببینین این ضعفشه که تو 10 ثانیه از 36 رسیده به 18 پیپ، در عرض 10 ثانیه این ارز در واقع نزول داشته، این جوف ارز تو 5 دقیقهش رو بیایم نگاه کنیم، ببینید چه اتفاقی افتاده. پس بنابراین امیدوارم که از این تحلیل ها استفاده کنین. امروز در مورد employment change صحبت کردیم، حتما سعی کنین تمرین کنین. بازم میگم سایت Fast Economy News میتونه یه سایت بسیار فوق‌العاده باشه برای تمرینتون. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر نظری، انتقادی در مورد خبرها دارین، اگر پیشنهادی دارین در مورد سبک آموزشی، حتما با من در میون بذارین. و اینکه
توی کانال یوتیوبمون. اگر دوست دارین که آموزش ها رو دنبال کنین، در کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین تا اولین نفری باشین که آموزش میاد بیرون مطلع میشه. پس تا جلسه آینده و دیدار دیگه، بدرود.